دوستای عزیز سلام از سیلا شمی باز هم در حضور شما قرار دارم امیدوارم جور من باشین به با ادامه ویدیو قبلی خواستم در این ویدیو در مورد سوزانای ماشین خواهیتی تار و همانگیش با تکه صحبت کتای داشته باشم سوزانای ماشین خواهیتی به دو سیستم درجه بندی شده یک سیستم اروپاییست که درجهش از 6 تا 120 می باشه و سیستم آمریکایی که درجهش از 8 تا 19 می باشه. و این درجه بندی به اساس زخامت تکه صورت گرفته مثلا سایز شست که در اروپایی که مدل مدل امریکایی است این مخصوص تکای نازک و باریک مثلا گاچ تکای ابریشیمی تکای ارگندی و امثال از این و سوزن های سایز های و اشتاد که مدل دو دوازده امریکایی است مخصوص تکای بازخامت متوسط مثلا تکای پشمی، تکای کتان، تکای کرپ و همثالش و سوزنای 90 و صد که مادل 14 و 16 امریکایی است این مخصوص تکای بازخامت بلند مثلا کوبای، هب هول سری، کنویس که بر پوش چوکی، کاوچ و خیمه و چپری استفاده میشه و سازان های 110 و 120 که مادل 18 و 19 امریکایی است این مخصوص تکای بازخامت بلندتر مثلا چرم، چرم های دبل و همسالش و سازان های ماشین خیاطی چند است چند است که این سازان های یا سازان های عادی می باشه سازان های بال پاینت است، سوزان های جینز است، سازان های چرم است و زیاتر این دو نوه سوزان ریگولر یا سوزان عادی و سوزان بالپاین زیاتر، ای زیاتر مورد استفاده قرار میگیره و سوزان های ریگولر مخصوص تکای نخی یا تکای بافته شده یا واون به انگلیسی واون میگن مخصوص تکای واون است و سوزان های بالپاین مخصوص تکای جرسی می باشه چون فرق بین جرسی و نخی فقط چون بحث تکه بحث بس بسیار کلان است و یک ویدیو دیگه با شما خواهم بود و اما فرق بین دو تکه میگم که تکای نخی یا وون تارایش میتونه به بسیار سادگی در بکشین یعنی سرکجی تار میتون تا سرکجی تکر میتون توسط تارکشی بگیرین در حالی که تکای جرسی امکان نداره چون تکای جرسی بافتش به شکل ای یا گری خورده صورت گرفته و مشکل است با اون خاطر است که های مخصوص این بالپاین مخصوص تکای جرسی است. چون ساختمان سوزنه بالپاین با اون خاطر بالپای میگن که نوک سوزن به شکل کروی است و میتونه به بسیار آسانی داخل همی گریهای های تکای تکای جرسی و بدون از این کدام مشکل بر شما به دختران خلق کنه این بسیار صفا و مقبول میه اگر تو های عادی را بر تکای جرسی استفاده کنین اکثر ماشین ها اصلا نمی و یا یک داد ماشین ها فقط می و اما کوکایتان که در میان رد میشه شه بسیار مهم است که بر تکای جرسی از سوزن بالپاین استفاده کنین خوب در بخش در قسمت تار تار هم چند نوع تار وجود داره و تارم انتخاب تار نظر به سایز سوزن و نو کوکا صورت میگیره نظر به سایز سوزن به خاطر از که تار بتانه از باسانی از سوراخ سوزن تیر شوه و نظر به نو کوکا چون چند نوع تار وجود داره یک تارای عادیس یا ریگولر میگن تارای ریگولر کی تارای ریگولر که در ترکیبش 50 فیصد کتان 50 فیصد پولیستر یا 100 فیصد پولیستر می باشه که مخصوص درزای درون می باشه بر درزای درون از تار استفاده می گن. و تارای دبل است که تارای دبل یا تارای جینز که زیادتر بر کوکای روی بخی از استفاده میشه شن به انگلیسی میگن بر تاپ ستیج دیگه اکثر ندمی تارای دبل استفاده می گن. و اگر وقتی میخواین از تارای دبل بر کوکای روی بخیتان استفاده کنین و دسترسیتان دسترسی تان نمی باشه هم اما تار دبل هم رنگ تکی تان میتنین این تارای عادی رو بگیرین و در لاسی سازین و بر کوکای روی بخیتان استفاده کنین چون تارای دبل این کوکا رو برجسته و مقبول میسازه خوب خب تارای لاشتیکی است کی تارای لاشتیکی اصلا ناشته خو خب به شکل تار جور شده و ای زیادتر بر چین دادن از استفاده میکنن و ای و معمولا در مشله پر میکنن و بر چین دادن از استفاده میکنن و همچنان تارای نازک از نیلونی که در ماشین های از استفاده میشه و همچنان تارای عادی را میتونن بر پزوزی استفاده کنن و دیگه تارای تزینی یا تارای گلدوزیز که زمانی که تار گلدوزی را استفاده میکنین در ختم کارتان بسیار مهم است که یک تکر بگیرین و الکل بزنین و از تنشن ماشینتان را توسط نمی تکی الکولیست پاک که تارای تزینی یا گلدوزی یک مگنوه وکس در اون تار است که با استفادهش ای وکس یا چربی جدار تنشن باقی میمانه و بهتر است که در ختم کارتان را پاک کنید که در آینده برتان کدام مشکل خلق نشه و همچنان با می تکی الکولی می تانه و دندانه ماشینتانه و همی صفحه فلیزی روی ماشینتانه پاک کنن که مشکل در آینده برتون خلق نشه خب دوست عزیز این بود معلومات مختصر امیدوارم از این ویدیو خوشتون آمده باشه تا ویدیو بعدی که در مورد تکه از نگاه ساختمان بافت و ترکیب با شما خواهم بود تشکر از توجهتان خداحافظ